بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو، عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دانشجویان محترم دانشگاه آزاد بهروز شیرازی که در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم جدی با اینکه ما یعنی من به شخصه از دانشگاه بهروز شیرازی هم خاطرات بد دارم پنج رفتم، یکی از افتخاراتی که نصیب حقیر شده اینه که معمولا با دانشجوام زیاد اردو میرم، یعنی حداقل سالی 3-4-5 تا اردوی درست حسابی نه از اردوی علکی صبح میرم به اردوی برای تو میگردم اردوی 3-4-5 روزه. یه خاطری دارم از اردوی راهیان نور. با جمعی از دانشگاهیان رفته بودیم که دانشجوی مختلف بودن، دانشجوی صنعتی بودن، پیام‌نور بودن، علوم پزشکی بودن، علوم قرآنی بودن و غیره. بچه‌های علوم پزشکی دست به سیاست‌فکری نمی‌زدن خودشون، یعنی قشنگ می‌شستن واسهشون بیارن ببرن، از همه بیشتر معترض، فقط کافی مثلا یه تونه ماهی بخوام بیارم بدن، آقا اینو نمی‌دونم داغش کردین، باکتری نمی‌شه چی داره فلان. یه بخشی بود اینا 1 کیلومتر پیاده راه رفتن، می‌بینید وایسادن چی شد، من نه عضلات لاکتیک داره ترشح میکنه و الان از فرداشا گرفتگی میشم اونه. آقا جاتون خواهی، ما شب رسیدیم به محل استقرار. خب توی اون محلی که آماده کرده بودم خیلی هم فرلهی خوابیده بودم، بچه همیشه سالونی فرش انداخته بودم که کنارم میگم خوابیده بودم. بعد من دیدم روز آقود میکنم صبحش، من دیدم اینا سر سفره قطعه دارن کمک میکنن. مسئول اینا یا آقای کاظمی نام گفتم که آقای کاظمی اینا هر نقشه هست دارن نامید یه هفته است نمازی که دست به سیزه بودن است با حالا یه بارم اینا اومدن کار کنن شما فلان میکنی و هم گفتم این خدیم نشون هر نقشه هست دارن و هم خاطرم آخر سفره اومده بودم فقط یعنی بوغا برمیرفتم آقا چشتون روزا برد نبینه ما شب مادیدیم یه بودیم اینا بودن شدن هر کدوم یک کیسه نارانو در رو برد همه پر دره دود فقط دره دوباره یادات کرده بودن می‌زدن سمت این بچه‌های خواب می‌پندیم خود رو بلند می‌شد اونجا هم شایعه شده بود که ویزه اقرب داره آقا اینا هی شایعه هم خود اینا عامل اصلی شدن هی پتو می‌کردن گذشت کلی ما خواهش بابا فلان بعد زنگ زدم به یکی از این مسئولی کار گفتم باشه بیا اینجا رو آماده کن گفت من بهت گفتم با دانشجو نخواب باشه بیا این طرف نشست گفتم راست گفت خودش آقا این نیم ساعتی گذشت من تا خواب گرفته بنده خدا یا درش گرفتن این صدا رو در کنار ما هست
آدم سبک خوابی هم سریع پریدم نگاه کردم یکی از بچه دانشگاه صنعتیه حالا ایکس اسمشو نگم اینو گرفتم بنده خدا رو یه نفر با روپیش سپید بالا سر این وایستاده خود نشد اینه بعد داره آنفود چک میکنه تون تاریکی داشت به این بریکو میزد دوال آنجا نیاد این بریکو بریست به دوازه اینجا میشه گفت باید داشت به این این برداخت دست باشی گرفته بودن و میخواستمش بزن آقا تو رو خدا نزن فلان یا آخر تحقیلش میکردم به اینکه مثلا با برخور میشه نوبه نمیشه و فلان ما زدیم آخر فهمید تا صبح به دو سه نفر زده بودن این نامردار بعدش نکته خیلی جالبش این بود وقتی ما از سفر برگشتیم متوجه شدم تمامی اینها به غیر از همون مسئولشون که دانشجو پزشکی بود همه دانشجوی کارداری بهداشت و مدیر بهداشت شما خب خدمتتون عرض بکنم که بریم سر اصل الان تو ذهنتون اومده خب الان میخوان شیطان پرستی که بود مثلا میرین محسن بذاره اینجا پشت روش کنن به اون نشون بدن اینجوری این هنچه به دری برای ها میخونه اینا سیستم آفه نام رو نشون بدن فلانی نه اصلا از این حرفا نیست و ماجرا سوای این موارد غیر خدمتتون عرض بکنم که ماجرای پرستش شیطان دو وجه بیشتر نداره یا اینکه کسایی که دارن شیطان میپرستن قبول دارن که شیطان یه وجود ماوراییه درسته یا اون که میگن نه ما شیطان رو میپرستیم تا حالا کی بگیریم؟ خدا پرستا رو بگیریم مثلا دیدن دین به قول بنده خدا فیلسوف دین افیون توده هاست دینی که باعث میشه که خیلی از خیلی سواری بگیرن لذا میگه چی کار میکنه؟ میگه که من همون چیزی که شما بدتون میاد رو میپرستم تا حالا شما رو بگیرم آنتوان لاوی اینو حرف رو میزد 1966 کلیسای افتتاح کرد به اسم کلیسای شیطان انجیلی نوشت به اسم انجیل شیطان 1966-1969 ثابت کرد آنتوان لاوی لیوی یا لاوی از خاندانهای معروف یهودی هستن دادش حضرت یوسف اسمش میتونی سریال نشون میداد لاوی های خاطرتون بشه اشتباه نکنم خود حضرت موسی هم از نسل لاویه حالا کاری ندارم آقا چندی نگذشت که یکی از اعضای کلیسای شیطان به اسم میشایل اکینو اومد گفت نه خیر شیطان رو ما میپرستیم به عنوان موجودی حقیقی و عینی که وجود دارد و مدیریت جهان به دست اوست یعنی دیگه اصلا وارد یه فضای جدید شده از 1975 آقای بیل کلینتون هم رفت معبد اینا رو روحانش رو قیچی زد معبد ست ست کیه؟ یکی از خدایان مصر باستان این دو بار آبه، این دقیق بکنید، دو جا داره اسم مصر میاد، اتفاقی نیستش اما آیا این محصول زمان جدید ماست؟ یعنی از 1975 به بعد واقعا گفتن شیطان یه موجودی وجود داره آقا مگه تو قرآن شما ننوشته که شیطان وجود داره؟ میگیم بله، شما مسلمان ها مگه نمیگید شیطان هست میگید شما مگه مسیحی ها نمیگید شیطان هست میگید بله مگه قبول ندادید کتابتون از جانب خدا هست میگید بله میگه پس هست ما همون رو میپرستیم این ماجرا خیلی پیچیده شد آیا فقط محصول 1975 به بعد آیا اکینوه؟ نه خیلی اصلا مطور اینطور نیستش سابقه ای به بلندای حضور بشری روی زمین داره پرستش شیطان و از اونجایی قرآن یک کد قشنگ میده کد خوشگل میده به ما که بفهمه آقا یکی از بچه‌ها شنج مصاحبه میگرفتن گفت ملک مقرب درگاه الهی که رانده شد یا پسر بود ببین آقا واقعا شیطان فرشته بوده خدا میگه که من یه تحفه آفریدم از خودم که میتونیم مایه بذاریم به نام انسان بعد گفت آقا همه به این سجده کنن چی به این بعد همه به این سجده همه سجده کردن از ملائکه به ملائکه گفت سجده کنید همه سجده کردن به غیر از الا ابلیس انه کان من جن از جنس چی بود؟ جنیان بود یعنی ملک نیست فرشته نیست جنه به لحاظ موجودیت یعنی آدم آدمه حیوان حیوانه فرشته فرشته است اونم جنه گفتش که خدایا منو با این توفه نخاله یک میکنی من از آتیش آفریدی گل چه گلی؟ گل مونده تو قرآن اومده از گل مونده گرفته میدونید کدوم گل؟ گلی که کنار مرداخا شکل میگیره کسایی که پیرو به قبول دارن نظریه داروین رو میگن تو قرآن هم نظریه داروین به نوعی تایید شده چطور؟ اونجا که خدا میگه که
ما انسان رو از گل کنار مرداب آفریدی به خاطر چی؟ کنار مرداب، کنار آب، آب میاد روی ساحل خوش میشه، مواد عالیش کنسانترش رو چی میشه؟ درجهش میره بالا. مواد عالی وقتی درجهش میره بالا احتمال به وجود آمدن حیات در اونجا بسیار زیاده. و خودشون مثلا پیروان نظری داروین و داروینیست و آنچه میخوان پیسیست باشن، ترانسفورماتیست باشن، اینا قبول دارن اینو، میگن که ببین تو قرآن هم اومده. منتها اینجا یه اختلاف نظری هست، حالا من نمیخوام وارد بحث داروینیست بشیم، کما اینکه من در این مورد هم صحبت میکنم در دانشگاه ها. من از آتیش آفریدی، اینو گل بوگندو باید من به این سجده بکنم؟ خدا گفت من نفختو فیهم روحی، از روح خودم در این دمیدم. چی گل بوگنده؟ روح الهیه که تو گفت شهر من در نمیدم و عبا استکر غروب هست. بعد خدا گفت این نداره رانده شد، برو از اونجا بیم. گفتش که همین سادگی عبادت تو کردم. خب چی میخواد؟ گفت تو به من فرصت بده بابا اینو بسوزونم. گفت میتونی؟ گفت مدل آفرینش این با بقیه مخلوقات هم فرق میکنه، این توبه آدم. گفت چی؟ گفت اینو بر مبنای عشق آفریدم. اون چی که بین من و این هست رابطه عقلانی منطقی نیست، اشتباه نه، رابطه کاملا عاشقانه است. گفت فبه عزتی که لعوفیان نمیشه، به عزت قسم همشون اقوام کنم الا به غیر از اون دست از بندگان مخلصین. مخلصین هم نمیگه با آخه مخلص به معنی دیگه هم میگه، اینا فکر خیلی تعطیل باشه شوی مخلص. آخه لس یعنی چیزی که نداره دیگه، مثلا توی لس مخلص یعنی وایرلس مثلا بی سی. مخلص یعنی خالص شده، یعنی نه که خودش خالص بشه، تو خالصش کنی، یعنی همین توفه به خودی خود هیچ کار نمیتونه کنجای من نمیتونه برسه، فقط و فقط اونه که توش نزد. آقا آدمی آفریده میشه، میاد میره توی باقی و فلان و بهشتی ها، آدم هرگاه همجه باز خودشون چیک چیک میکنن اونجا، این شیطون هم میاد به شکل مار میپیچه به پای طاووس و میره تو بهشت. شنیدی همتون دیگه به شکل مار به پای طاووس، اینا همش خدا میره اون تو. بعد میگه که آدم جون میجونم، میگه که ببین عزیزم خدا به گفتن درخته نخوری. نه درخته چی بوده بچه ها؟ عرض. ما توی عرفان اسلامی و قدمای ما میگن گندم بوده، حالا هم غربی میگن سیب. خب واسه چی؟ راستی میدونی واسه چی خدا گفت درخته نخور؟ میگه قبل آفرینش ما بودیم تو جلسه که خدا گذاشته بود. میگه چی بود؟ میگه گفتش که آقا یه موجودی آفریدم کو به خدا مو نمیزنم خدا و نفخت و فیه میدون از روح خودم در چیکه ای از منه. منتها خدا سوتی داد تو آفرینش تو انسان، آدم، حوا. چه سوتی داد؟ بعدها که تو رو آفریدید کپ خودشی، آقایی که این خودش میشی، پس بعد ممکنه علیهش بشوری، انقلاب کنی، طغیان کنی. اومد چی گفت؟ گفتش که جاودانگی رو ازش بگیری، جاودانگی و علم رو، حکمت رو ازش بگیری، دانش رو ازش بگیری. یه آدم خلقتی که فقط عاشقه، هیچی نداره، این شد اون درخت معرفت، درختی که امروز توی کابالا بهش میگن درخت دانش، درخت زندگی. همونه عزیزم توی فیلم آواتار داره میبینی، همون درختی که دور تا دورش میچرخن و پشتگی رو میزن. خب اومد با از این میوه بخور، همون هم بازه کدا رو وارد بشیم. مار تو شیطان پرستی مقدسه، به خاطر که به شکل مار میچیره. خود سیبا از وسط قاچ بفرمید عمودی نه افقی، بعدا نگه عمودی قاچ بکنی بیه دریوری به من بگی چیزی توش نمیده، افقی قاچ بکنی میبینی ستاره پنج پر تو شکل پنتاگرام مقدس میشه برش. و جالب اینجاست، یک یهودی به اسم ایزاک نیوتن که عضو خانقاه صهیون یا دیر صهیونه که بعدا از شکم اون فراماسونری میاد بیرون، میخواد بگه که من دانش رو پیدا کردم کجا خوابیده بود؟ آقا زیر درخت سیب. زندگی نامش مطالبه فهمید بچه ها، بهش گفتم اون درخت سیب بود و سیبش چجوری بود و فلان، گفت من اونو مثال واسه شما زدم، کدوم سیب، کدوم کشک، کدوم ماس، میخواستم یه جوری بگم که شما شیرفهم بشید. لذا درخت سیب رو بیان کردم و این سیب شد سیب نماد شهوت، نماد هوس، سیب سرخ حبا ایرانی ها آمدن فیلم درست کنید. درسته؟ در کجا؟ در بالیوود؟ نه، بالیوود که مونام نیکنید، در بالیوود؟ نه،
مال خیلی در خالی بود. یعنی خب میایم پایین. آقا بذار روش برم سر اصل مسئله، با اینکه سلسله مباحث هم جلسه هم یه چیزی بگم خدمتتون عرض بکنم که اینها ارتباط با جن یعنی هم نوعان شیطان در بین زمینیان مجرب بوده، تجربه شده خدمت. نگاه نکن علکی دارم میگم آقا دو جن چیکی چند فلان اینجور چیزا. اگه مسلمونی که آیه قرآن داره سوره داره، خب اگه مسلمانی که سوره داره، اگر مسیحی که تو هم توی انجیل اومده اسم شیاطین و جن دیمنز، اینکه کلمه دیمن به معنی شیطانی داره، معنی جن نه به طور خاص کلمه. اگر یهودی که ماشاءالله تمام تورات و تلمود در مورد جن و جنگیری در نظر بگیرید، اما اگر قبول نداری یعنی اصلا میگی این خرافاته، آقا نه آقا من به تو قرآن تورات و تلمود و انجیل هم توهین نمی کنم، من میگم اینا مثال خدا زده چی مثلا یعنی چی فرضی برای تحصیل کن نه همین الان پرستش جن و جنگیری در کلیسای کاتولیک داره تدریس میشه. استادش آقای کریس انجل پرواز اختصاصی از امریکا بلند میشه میره اونجا به یه بندگون خدای داره جنگیری یاد میده. آقا سابقا هم داشته، میتونی برای مثال بزنی رو چشم. ببین تمام پژوهشگرای غربی و غیر غربی عموماً هم کسایی در مورد فراماسونی تحقیق کردن غربی بودن. ایرانی‌ها هیچ کار نکردن، مسلمان‌ها هیچ کار نکردن، اما وقتی هم کار کردن حسابی کار کردن، یعنی یه 5 ساله راهی رو رفتن که اون تو هزار سال نتونسته بودن. یه کتابی داره به اسم قرآن که معمولاً به درد ما رمزون می‌خوره، قلقل بشه همش قلقل قلقل مسابقه قلقل قلقل مسابقه همینجوری. آقا من سه دور دوره کردم مرمزون، من یه دور دوره کردم، اما قلقل و ثواب داره. من نمیدونم این جریانی ثواب نامستر که میخواد تموم بکشه و رخ ببنده از فهم که فهم باشه من مخلص ثواب هم هستم. همین ظاهر سازی ها فریسی نگاه کردن به دین من نمیدونم که میخواد تموم بشه. ترا بچگی به دنیا بگم ثواب 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 نه که ثوابات رو یه چیز ثواب داره ثواب داره تو عملگرایی وارد نمیشه. بعد طرف پیر میشه این دندونه در مده فکونجی شلب شلو پی میخواد رو هم دیگه هم داره ثواب جمع میکنه. این کیسه نمیدونم که میخواد پر بشه. زیر معبد سلیمان یه خبری بوده است بلا استثنا تمام مورخین غربی گفته، تئودور ریناچ گفته، سلیمان ریناخ گفته، مالاکی مارتین گفته، واسط هالیوود فیلمش هم درست کرد گنجینه ملی نیکولاس کیج بازی میکنه. این بودش میرن میگن اون سیر یه گنجی بود که پدران ما فراماسون های ده هزار افسر در قرن 18 میلادی اینا رو برداشتن مصر آوردن. پس زیر معبد سلیمان گنج بوده قبل. شما گفتیم هالیوود منو هالیوود یعنی چه؟ چهار سی هالیوود آن یه امیلی مزاری آن کرد چون با مقدس اصلا موسا داره میگه من که دوزاری بیفته چه خبره ها. بعدش یه فیلم دیگه میسازن Angels and Demons یعنی چی؟ شیاطین و ببخشید جنها و فرشتگان. توی اونجا نشون بوده زیر معبد سلیمان چی قایم بوده؟ نسل حضرت مسیح قایم بوده. آقا بالاخره تکلیف من روشن بکن موزی طلا بوده یا چی بوده؟ چی بوده که وقتی جنگجوان شوالیه های تمپلر یعنی معبدی میرن اونجا رو میگیرن در جریان جنگ های صلیبی میگن ما قدرتی را کشف کردیم که قوی تر از قدرت خداست؟ اونجا چی پیدا کردید؟ چی پیدا میکنه گالفری و پینر؟ چی پیدا میکنن که بعدها آقا دو سه قرن بعد این شبکه فراماسونری و تحت عنوان شوالیه های معبد بزرگ اینا شاردومالی رو توی اروپا فیلیپ لوبر دار میزنه بعد جنازش رو میسوزونه به چه جرمی؟ به جرم مخالفت سیاسی. یکی میخواد حذفش کنه که بگو داشته کودتا میکرده، بگو نه اختلاسات مالی میکرده، بگو فلان چیز، بگو که بگو اونجا اون چی بوده. میگه به جرم همخوابی با شیاطین، خوردن خاکستر مردگان، کشتن دوشیزگان، قربانی کردن کودکان برای خدای ملوخ. ملوخ دیگه چی بود؟ حرفای میزنی ما خیلی آقا جریان قرآن کدشو فاش میکنه. کجا؟ همونه که اگه قلقل نکنی یه خورده قوی تر نگاه بکنی نمیخواد تفسیرم بلد باشی فارسی زیرشو بخونی میفهم. سوره سبای چهل چهل خدا خطاب به ملائک میگه اینا شما رو میپرستیدن اون دنیا شده همین این داره میفرسته داره میفرسته جهنمه محشر جن و انس داره همه میفرسته جهنم که اینا شما رو میپرستیدن.
یه ملائک چی میگم؟ یعنی قال سبحانک پاک و منزه خدایا انت ولی و آمین بودیم تو خدای ما رو میگویم. خب اینا چی کار داریم؟ اینا به خدا ما رو نمیپرستیدن. برای چی میگیم ما رو نمیپرستیدن؟ به خاطر اینکه گویا ظاهرا به مردم باب شده بوده که لو میره که اینا موجودات ماور و تبیر دارن میپرستن. اینا میگن اینا فرشته های خدا عمدن خدایی رو فرشته کلید میکنه، دست میذاره و کلید میکنه. چی میشه؟ میگه که انت ولی نام دونه یعبدون الجن و کان اکثر و بیمون. اینا همشون جن میپرستدن، تو این مقام به ایمان هم رسیدن. خدا میگه بعد معامله کرد برید وارد جهنم بشید. که بعد جالب اینست برای این دسته از افراد کلمه خالدی نفی ها رو استفاده میکنن. خالدی نفی ها در مقام ما در روایت و تفاصیلمون داریم که کسی که میره جهنم خدا عدالت داره، از 60 سال گناه کردن از 60 سال اونجا عذاب میشه، نه که 60 سال به اندازه معادل 60 سال. بعد میاد آقا میره بهشت. اما بعضی هستن تا ابد باید بمونن، خالدی نفی ها خلد میرسن اونجا ابدی میشن. برای این دسته از اونجا هست. یه جا یه باز دوباره تو قرآن داره خطاب قرار میده، میگه یا معشر جن و انس، شما که بلا میکردی و دیدید به وقت عجل معین رسید. انسان ها میده چه میگن؟ میگن خدایا بعضی از ما از بعضی از اولیا همون، یعنی اینها تمتع پیدا کرده، یه چیزی میرسیدیم. یعنی ارتباط بین انسان و جن یک سودی هم داشته. کلا سر نظر یه وقت فکر کنی آقا هیچ خبری نیست بشه اینو داره اینجا داشته باشه. یهودی ها فرزندان کی هم؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم دو تا پسر داره، اسماعیل و اسحاق. اسماعیل میشه جد پیغمبر ما که تو حجاز میمونه، ماجراش هم میدونید قربانی کردن و فلان. یه آخر دمدمای پیری تو 100 سالگی خدا یه پسر به حضرت ابراهیم میده، معجزه میکنه. از کی؟ از ساره. ببینید که تورات نوشته که بخون مطالعه من جالبه، میگه که ابرام بود اسمش، اسم اون یکم سار بود اسم همسرش. اینا بعدی که تونستن از اون امتحان بزرگ الهی سرفراز بودن، بیا خدا یه هر حضرتشون اضافه کرد، این شد ابراهیم یا ابراهام یا ابراهام، اونم شد ساره. آره کاره به ساره بچه میده به اسم اسحاق. اسحاق بابای حضرت یعقوبه. یعقوب که دیگه سریال از حضرت بود دیده میده. اسم لقب از یعقوب چیه؟ اسرائیل. اسرائیل یعنی بچه، فرزند، عبد. ایلم یعنی خدا. دانشگاه ایل توی لبنان هست به خاطر اینکه خدای ایل در سرزمین در حکومت کارتاژ ها و در بین یبوسی ها پرستیده میشده ظاهرا. یک تا پرست هم بودن ها، یعنی یه خدای ناباید نامی من این اسم عموم فرشتان نگاه آقاش ایل داره، میکائیل، جبرائیل، اسرائیل، حتی قربیش هم همون عبری عربی شما رافائل، رافائیل، دنیل، دانائیل، اینجوری نگاه بکنید و حتی اسمای بشربا ازام نمیخواد حتما فرشته باشه. آقا اینا دیدی که حضرت یعقوب 12 بچه داره، 12 پسر داره، درسته؟ ماجرا یوسف رو میدونی میره به مصر، اون اتفاقات عجیب غریب رو به یه جایی میرسه و اینا رو میگه باشید بیا. آقا فاتحه بشریت والا بلا از همینجا خونده میشه، فاتحه بشریت خونده میشه، نه فقط بنی اسرائیل، فاتحه بشریت. برای اثبات میکنم دیگه هم قرآن برای مثال نمیدارم، شنش خیلی برست از کتاب غربی رو میگم که بعضی از آقا و از خانم خوش مشکلانشون میشه وقتی بیست زیاد بکنیم، کما اینکه بعضی هم هستن فرد روماتیسم و لیبرالیسم رو نمیدونم آنچه ایست داشته باشه قشنگ. یه بند خدای بود گفت این کمونیست ها بی خدا بودن. راست بود کمونیست ها بی خدایی رو اشاره میدادن، اصلا با دین کاری نداشت. بعد گفتم رو کمونیست میدونی یعنی چی؟ پیر مرد بود گفت بله نمیدونی. گفت کمون یعنی خدا نیستن که یعنی نیست، کمون نیست، خدا نیست. اینجوری بعضی به اسمامی نیستا نگاه میکنن. آقا اینا بلندش هم میرن تو سریال حضرت یوسف هم نشون داده، میرن یه مش چوپون و دامدارن غیر اینه کشاورزی خیلی جزئی، میرن اون تمدن مصر رو میبینن چی میشن؟ جب میگیرن، چون کف میکنن جب چی و خود سریال دانشون میگه اینجور در دیوار دارن میخورن. میشه تو واسه شون میفته مصر زده میشن، قرب زده شنیدی؟ سرما زده شنیدی؟ شما میره سرما زده یعنی چیزی خوب یعنی دست خودت میره سرما میزنه یه لحظه خود میره سرما زده شدی مصر زده میشه دست خودش چیزی میره لحظه نمیتونه. آقا بعد از حضرت یوسف اینا تحت ستم قبطی ها قرار میگیرن. اگبت ایجپت هم اسم کشور مصر هم کلام قبطی گرفته شد همین فرمانی هم قرار میگیرن. یه نفر موجودی در بین اینا ظهور میکنه که بعدش هم در بین در پیامبران قبلی داده شده بوده به نام موسی. میاد اینا رو چیکار میکنه؟ نجات میده. از این کانال سوئز در رود نیل هم احتمالا نبوده، کانال سوئز بوده رد میکنه.
دریا بود واقعا. ردشون میکنه میاد این طرف. بعضی هم که میگن بوده نیله به خاطر که میگن هنوز اون موقع کانال سوئز حفر نشده بود. میدونید که کانال سوئز کیا حفر کردن؟ ایرانی ها حفر کردن، هخامنشی ها حفر کردن. در کانالی که امروز اینا در استفاده میکنن 2500 سال پیش ما حفر کردیم، تکنولوژی داشته باشن. به خاطر این دلیل بعضی هم میگن نه تنگه این کانال سوئز بوده، اما از قسمت خشکی نتونستن میرن، از قسمت آبهاش منه رشتن. کار ندارم هرچی بوده بوده. آقا ببین چه کارا کرده حضرت موسی واسه اینا. تو رو خدا خودت رو اصلا نگاه کن، به دید یه بیدین نگاه کن، یه آدم اصلا اینقدر انسانیت داره. پدرش میداشته در میانده هر روز میکشتنش. خود قبل که از حضرت موسی به دنیا بیاره پیشواشو میگن آقا یه بچه در بین شما به دنیا میاره بعد همه دار بزنید، همه بچه‌ها رو میکشتن. بچه کشی به خاطر یه دونه میخواد بین اونجا به دنیا بیاره همه رو میکشتن. میاد آقا معجزات داشته باشه، دست میکنه تو جیبش در میاره میدرخشه. یکی از نشانه‌های فراماسونی دستوری کد کردن است، نشانه درجه 3 فراماسونی که دستش اینجوری جیب شما عکس کارل مارکس رو شما اینجوری دیدید، بله که مارکسیسم رو وجود داره کلا گشاد انقدر سر ملت گذاشتن و کجا کار خدمت عرض کنم که بعد یه معجزه میکنه از آسمون قورباغه و بزر میبره، یه کاری میکنه آب‌های اون شهری که فرعون توش بوده یا بقیه شهر که سو در نمیدونم خون میشه همش نداشتن نمیتونن آب بخورن. آقا در یک داربی همه جادوگرها جمع میشن، حضرت موسی هم جمع میشه، تناب برمیدن چی با تناب مار میکنن، در حد لالیگا یه حرکت انجام میده، اصلا میندازه اجدها میشه همه رو خود میده بالا. ببین اینا رو واسه جلو چش این مردم انجام داده ها. در شاهکار معجزات میارش لب دره فرعون حمله کرد میخواد همشون رو بکشه، میگه بردا اساشو میزنه، این اصل جادویی که کارتون هستش میده ستاره داره میریزه ازش به لانا، این هم اصل از موسی اینجوری میزنه و دره باز میشه. میرن و میگن خب موسی ما که اومدیم ما اینا میاد میاد نمیزونه میونا وقت بعد علاوه بر اینکه نجاتشون میده قرضشون هم میکنه اونا رو دشمنه دی از بهتر چی میخواد شیشتون که شیشتون میخواد. میرن اون طرف رود، حضرت موسی تورات برای شناسه میخواد بشه، میره توی کوه سی روزش که تورات رو بگیره، سی روزش میشه 40 روز، برمیگرده میبینه چی دارن گوساله گاو میفرستن. یعنی این معجزات رو برای این لیوان، برای این لپتاپ، برای این گلدون انجام میدادی، یه تکونی میخوری به خدا، یه واکنشی نشون میداد آقا گرفتم. حضرت موسی برمیگره شاکی به هارون میگه تو چی کردی فلان، میگه بابا منم میخواستم بکشم مردو چرا اصلا جالب اینجوری میگه چی میگه تو رو میگه اون که گوساله‌سا خود هارون بوده تحریف کرد. میگن تازه همیشه خوبه مال ماله چی؟ اونی که از فرزندان حضرت ابراهیم قربانی شد اسحاق بوده نه اسماعیل، اونم ماله به خاطر همین چون از این سر بلند در مدن یه حیار رو اضافه کرد خدا به اسم زن شوهر ماله چی؟ آقا چرا اینها این همه معجزه دیدن اتفاق واسه شما افتاد؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مسئله رو در مصر باستان یاد گرفته بودن به اسم کابالا، عرفانی رو یاد گرفته بودن به اسم کابالا که موسی که سهل بابای حضرت موسی هم نمیتونست درست دیگه. بریم سراغ نگاه تئودور ریناچ میگه کابالا همچون زهری بود که در رگ‌های یهودیت تزریق شد و یهودیت تا ابد و ده نخواهد توانست خود را از شر آن خلاص کند، تا ابد و ده امکان نداره. حضرت موسی اومد تنبیهشون کرد، حتی اون بوتو گفت بنوزید توی آب، دو سه نفرشون همونجا میکشه، دستور به سنگسارشون میده، قتلشون میده، دقیقا خاطرم نیست، میکشه برخورد جدید. اما از همون موقع یک شکافی در یهودیت به وجود میاد که میخوره همون شکافی که بعد اون منجر به تشکیل خانقاه صهیونی میشه، یعنی همون سامری که گوساله ساخت تیرو طایفش و مترکش این راه ادامه میدن. در کنار یهودیت حقیقی هست که هنوز هم هست، همین امروز شما میبینی اینو میرن تو آمریکا جره برای جنایت اسرائیل باید میسن شعار میدن هستن نکنن، اما واقعا تعدادشون کرده، واقعا تعدادشون کرده. قرآن هم تصریح میکنه چرا جاده آیه میاره آخر آیه میگه یهودیان فلان کرد فلان برمان الا قلیلا، ایده کمشون اینجوری نیستن آدمی با خدا هم باید فلان ما یهودی داشتیم اسلام میاره تو جنگ همش شهید میشه، یهودی هم داشتیم که میاد اسلام میاره در باطن یهودی میاره بابای اسلام هم میسوزونه وقتی داره از دنیا میره میگه من فقط 30,000 تا حدیث وارد دینتون کردم بشه دارید با جمع کنید خدا حافظ شد. اینا رو هم داشتیم هم به این یهودی که دینشون رو مخفی کنم وارد اینجا بشنش میگم ماران موس
یهودی مخفی. این جریان کل جمعیت یهودیان دنیا، خوب گوش کن چیزی میخوام بگم یه مقدار شاخ در بیاری، کل جمعیت یهودیان دنیا به اندازه جمعیت استان تهران 12 تا 15 میلیون، با یهودیان مخفی مارانوس که اسمشون مثل ما میذاره حسن محمد علی حسین زهرا فاطمه میشینن با تیما درس بخونن فلان مکه میرن اینا بهش میگن یهودیان مارانوس، جمع بزنن میگن 27 میلیون حداکثر کل یهودی دنیا. چقدر مسلمون؟ 1 میلیارد داریم. چقدر مسیحی؟ 2 میلیارد. صاحب دنیا کیه؟ هم 15 میلیون. این حقیقت. یه آمار بهت میدم، یه ضرب و تقسیم کن نسبت بدیم تو ذهن اگر هنگی نکنی بشن. جمعیت یهودیان امریکا 2% یعنی نفی 6 میلیون، 2% جمعیت ایالات متحده امریکا یهودیان، صاحب 80% سرمایه ایالات متحده. یعنی ضرب و تقسیم هستن سخت با من نسبت گرفتن. آب، یه لیوان آب در هیچ جای دنیا خورده نمیشه الا اینکه فراماسونری تا توضیح میدم چجوری از یهود بیرون میاد نظر داشته، یه لیوان آب تکلیف میکنه، یه لیوان آب اینجا دنیا خورده نمیشه الا اینکه نظر داشته باشن. رئیس جمهور سر کار بیاد بگه بابا آمریکا جرأت داره، آمریکا بعضی میگن اسرائیل اصلا نوچه آمریکاست، یا آمریکا بابا این حرفا چیه؟ از هر من از شمس از روز روشن‌تر، آمریکا نوچه هم که نیست، اصلا ابزارش چرخش دستشه، تفنگ دستشه، اراده بکنه دچار فروپاشی میشه، اراده بکنه پول دستشه، چون طلا دستشه، چون رسانه دستشه. امروز تو پروتکل های 24 برنامه خیلی قشنگ 24 بند داره نوشته امروز یه چیزی رو بولش میکنیم، هایلایتش میکنیم، میذاریم همه ببینن، روز بعد ضدش رو میذاره، اما مردم بازم میپذیرن چون رسانه در دست ماست. شما برید فاکس نیوز کنید چیه؟ تمام ببینید از 4 کمپانی بزرگ رسانه دنیا که روزی 45 میلیون کلمه خبر تولید میکنه 90% مال یهود میدونه کجا دست بذاره. بگذاریم آقا شروع کردن تو دینایی که بعد اینا میانه شروع کردن فاتحه این ادیان خوندن، مسیحیت اومد رفتن نفوذ کردن. یه یهودی به اسم شاول تا دیروز یهودی فریسیه، تا دیروز مسیحی کشتن افتخار شده، به یک بار میاد میگه من تو بین راه هستم، مسیح از بین زمین آسمون دیدم، و شاول جونم عزیزم برای چه اینقدر مسیحی ها رو میکشی؟ نکشتی دیگه، باشه من دیگه نمیکشم، آدم خوبه شده. رفت توی سوریه شروع کرد به تبلیغ مسیحیت، فاتحه مسیحیت. اولین کسی که خدا بودن مسیح رو مطرح میکنه پولس. اولین کسی به مسیحیان میگه گوشت خوک میتونید بخورید من پولس. اینو من نمیگم، غربیا میگن. آقا کتاب نیچه رو بخون. نیچه به اینجاش میرسه، نیچه توی یه خانواده مذهبی بزرگ شده، به اینجاش میرسه کتاب مینویسه آنتی کراست، ضد مسیح. یعنی اینقدر از مسیحیت بیزاره. میگه این چه دینیه که میگه این برای گوشه تو میگه بزن تو گوشه، این طرف هم بگی بزن تو گوشه. این دین میخواد شما رو ضعیف بار بیاره، اینو طراحی کرده که شما ضعیف باشین که قدرت دست کسی دیگه بمونه. آی مردم ناآگاه، خدا مرد، خدا مرده است، خدا رو ما کشتیم، ما قاتل قاتلان هستیم. اینو نیچه که داره میگه سر این ماجرا سر توضیح میده، میگه این خدایی که شما دارید تو مسیحیت توضیح میدی خدا رو کشتی، خدایی که ارزه نداره این دنیا رو هدایت بکنه. آقا ما هر چی از اون دنیا شده سر باشه زنم تو سر بیاد، این اون دنیا هست یه خدایی فلان میکنه و گناه ابنم مسیح عوض همه ما به سلیم کشیده شد، بهش قارت کن تو عوض همه اون کفاره گناه رو داده، تو میری بهش. خب اگه میره بهش ماجرای این اعتراف به گناه هم که من اعتراف میکنم به اون کشیشه که بخشیده بشن چیه؟ باز پتروس خیلی قشنگه، پتروس وزی حضرت مسیح، حضرت مسیح میگه بعد از من پتروس آقا هر مشکلی پیش اومده میگه آقا چنان دعوا بین پتروس و پولس در میگیره، پولس پتروس هم میزنه کنار، پتروس میره تو الان توی واتیکان گوشه یه جای مقبرشه. اینم بدونید پتروس جد امام مهدی ما، ملیکا مادر نرجس فاطمه مادر حضرت مسیح که دختر امپراتور قیصر رومه، جدش میرسه به پتروس. پتروس پسر عمه حضرت مریم، اشتباه نکنم یعنی نزدیک قرابت فامیلی هم داشتن با حضرت عیسی. بله از کسی زدش کنار پولیس شد همه کاره سریعتون رو تحریف کرد، اسلامی به وجود میاد. فکر کردی اسلام بیخیال رو گذاشتن؟ نه با اسلام که تحریف کرد، این حرف جیزه نزن این کنه. کی گفت آقا فاتحه اسلام آقا
دریبری هایی تو اسلام وارد کردن که خدا شاهده نظیر نداره. اسلام چی گفته دین آخرت فقط اینطوری رو آسان باشه؟ اسلام دنیا تو بی خود یه خورده با دومیش بازی بکنی باید بازی میکنه. اسلام ارزش حقوق بشر که در اسلام هست هیچ جا نیست، والا بلا نیست. ما خلق تو جن و لحس لا لیعبودیم، ما جن نیست رو نیفردیم لگه اینکه ما رو چیکار کنن؟ پرستش کنن. پس نماز پرستش و نمود پرستش کجاست؟ نماز مگه نیست؟ میگه اگه نماز میخوای واسه من بخونی نخه دکمه پیرهن قصبیه. یعنی چی؟ یعنی از یک انسانی، نگفته مسلمان آقای بودم، یک انسانی به زور رفتی پول گرفتی کلا سرش گذاشتی حرومه، رفتی دکمه پیرهن باش دوختی فقط این نخه دکمه تو حرومه بخوره تو سرت این نماز بزرگ داره کجا باشه. میگه اگه داری نماز میخونی یه نفر منتظر که بیرون درک کشش بده بلا چهچه بزنی و نماز باطله، نماز به درک خودت میخوره. خوشو برو بیرون، انسان منتظره بنده در ارزش انسانی. اومدن فاتحه اسلام خوندن. آقا یه چیز عجیب بهتون بگم، کتاب های یهود داره که اصلا وقتی میخونی خدا شاهده همین میکنه. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر یه کتابی دارم مثل رویای کودکی، توی اونجا یه جوری پیغمبر اینا نشون زدن رد زدن که فقط عکسشو نکشیدن، به خدا فقط عکسشو نکشیدن. 70 سال قبل که پیغمبر به دنیا بیاد، جد پیغمبر بره بود هاشم، جد بزرگ پیغمبر کجاست قبلش میدونی؟ تو غزه است. بابا عربستان فلسطین چه ربطی داره؟ جریان چیه؟ بلند میشه میخواد بره تجارت، شب تو مدینه میخوابه. مدینه جای کیاست؟ یهودی ها تو منطقه. برای چی نه اصلا اومدن مدینه؟ مدینه وسط اون رو شن و خواب و خور. تو که بهترین جاها دستت بوده، تو که زمان امپراتوری هخامنشی تو سوراخ سوراخ این امپراتوری نفوذ کردی، اونجا چی کار میکنی؟ رد زد اون گروه تاریخی داشت، میدونست اون آخری از اینجا میاد که کاتب گذشت رو میخواد برم برسه. هاشم میاد میره توی مدینه، همون شب توی میره خونه یکی از بزرگان، خودش از بزرگان مرش شده، از دخترش خوشش میاد، میگه من میخوام با این ازدواج کنم. اصلا دختر سلما بوده، میگه اینا دیدن ازدواج میکنن. لحظه که داره میره وصیت نامه رو مینویسه، میگه که این بچه ای که میخواد از تو به دنیا بیاد دنیا رو میخواد عوض بکنه، از اجداد ما از حضرت اسماعیل به ما رسیده این مطلب، کس فرزندان ما از صلب ما میخواد این بچه به دنیا بیاد که آخر زمان رو زیر و رو میکنه، حواست باشه این بچه. میره اونجا، چهره شناسانی داشتن یهود، به هاشم نگاه میکنن میگن این همینه، کتابا رو نگاه کن، همونجا مسئولش میکنن، ترورش میکنن، غافل از اینکه نطفه هاشم بسته شده. بچه به دنیا میاد توی خانواده ای نه پدر نه چی، اسمشو میذارن شیبه، اشتباه نکنم ممکن اشتباه کنم دوستان، ببین اونایی که میگم ممکن اشتباه کنم شک دارم، اونایی که نمیگم خیلی راحت برو جلو. خب اینا که میگم قریب به یقینه ها، اما نمیخوام الکی چیزی بگم غیر پژوهشی با دست بکنم. آقا این برادر هاشم اسمش مطلب بوده، چند سال بعد 7-8 سال بعد میخواسته بره تجارت، میاد باز دوباره خونه همینو که بزرگ مدینه بوده، تا میاد میشه میبینیم بچه‌ها تو حیاط دارن بازی میکنن، یکیشون داره صحبت میکنه میگه انا ابن هاشم، من پسر هاشم. بعد یه لحظه بعد میاد صاحبونه میگه اسم باباش کیه؟ هاشم. من این برادری داشتیم رفت همونجا تو شهر قربت گذاشتم. من میگه بچه این دخترمه، پدر بزرگه میگه این یه نبمه. آقا پیگیر میشه میفهمین کیه؟ بچه یه داداشش. خدمتون عرض بکنم دوستان، این برادرش مطلب یه چیکار میکنه؟ بچه رو هر جوری هست میره دوره مکه، چون و نمیگه که این داداشمه، لو نمیده، وصیت داداشش رو میبینه که میگه این همون بچه که میخواد به دنیا بیاد. میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا این بچه باید محفوظ بمونه. میگه این بنده منه، اسمش رو میذارن عبدالمطلب، بنده مطلب. عبدالمطلب رو میخوان ترور بکنن، عبدالله ازش به دنیا میاد، عبدالله هم ترورش میکنن، دونه دونه اینا ترور شدن. آخر که این پیامبر این بزرگ شد، از خود تالا نپرسیدی چرا پیامبر به دنیا اومد؟ مادر عزیز جگر پوشش رو چیکار کرد؟ داد به دایه و ببر بسید فرقه به اون بزرگشون. برای چی؟ نه خود نپرسید. برای چی همچین کاری کرد؟ برای که میدونست کانتر باشه. آقا پیامبر به هر شکل جوری که بعدها که عبدالله پدر حضرت علی به قول سرپرست پیامبر میشه، میگن آقا هر جا میرفت دستش دست پیامبر بود. که بعد خودش میرفت تو جلسات دارالندوه بزرگان قریش، میگفت این بچه رو چی میاد؟ میگفت من از اینجا دارم.
عبدالمطلب وقتی میخواست ببینه این وصیت برای من نوشته، وصیت موجود داریم تو تاریخ ها، دو سوم وصیت فقط حفاظت از محمد، دو سوم وصیت نامه. آقا تا عبدالله بزرگ میشه اینجا داشته باش قبلش یه زن یهودی به اسم ام قتال میاد هی پولا را هی سر عبدالله باید میسده، من خود تو ازدواج کنم، گفته برو عمو جان برو من با تو میخوام چی کار کنم. زن بدنامی بوده گیر داده نصف ثروت هم بهت میدم فلان رو به همونه. آخر راضی میش راضی میکنه عبدالله که با شراکت تجاری بکنه. عبدالله هنوز مجرد تشریف داده توپ انداخته بوده در حد. بعد خدمتتون عرض کنم یه روز عبدالله مادر حضرت عبدالله متوجه میشه که بابا این دارن آب بشر میدوزن، میره سر زنش میده. ماجرای زوجش با آمنه هم خیلی جالبه که اینجا وقت نشید من میخوام سر فیلم ها عکس بذارم، اما اگر اینا بدنیم به خدا بهت خیانت کرده واقعا اینو باید توضیح بده. خدمتتون عرض میکنم میاد زنش میده آقا عبدالله میاد فردا میگه خب کارمان را بنداز بره دیگه. میگه کجا؟ میگه بره میگه کارمان. میگه من تا موقعی که خودت بودی مجرد بودی تو رو میخواستم. میگه یعنی چی؟ میگه من اون نوری رو که در صلب تو بود میخواستم از رحم من بود. یعنی گرای تاریخی داشته. حد اقلش اینه که اون کتاب روی بوده که 70 سال قبل از پیامبر که زید پیامبر قرآن میگه یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم. یه جوری یهودی و پیغمبر رو میشناختن که بچه مادر چجوری بچه شو میشنسه. الان توی توفر ببخشید وسط 6 میلیارد جمعیت کل زمین قایلات رو بکنن مادر تو جیبه میشه تو گیره کشد قایل قاطی میکنه این شبیه دختر منه نه شبیه پسر منه نه. مثال که قرآن میزنه حساب کتاب داره یه جوری میشناختنش که انگار بچه هاش میشنسن. پیامبر آیه قرآن داریم وقتی اون مواجه میکرد باشه تقریبا میگفت مگر من در تورات شما شناسایی نکردید؟ اینا فهمیدن بابا این پیغمبر تو رو خبر داده. کل شبه جزیره عربستان چقدر چند نفر دن سوا داشتن؟ شبه جزیره عربستان 17 نفر فقط با سواده یهودی ها بودن مسیحی اهل کتاب بهشون میگفتن تو قرآن یه اهل کتاب یه یهودی و مسیحی و عموماً منظور یهودی هاست. یعنی اینا فقط باسه عربا هیچ تعطیل گفته این چی تورات ما رو خبر داده؟ پیامبر این که معروفه که نه درس خوانده است درس پیش کسی درست هم خود خوندن میشتن زهر هم بلد نیست. گفت من ایشون تو توراتتون نیست بشینی سر جا تو میدونی پیامبر چیزی رو از اونو میده؟ خبر داریم اون رقیقت کرده کی گفته پیامبر شهید میشه تاریخ بخون؟ اینقدر قدرت رسانه ایده تو نمیتونی رو بفهمی نباید بفهمی چون اون نمیخواد چون رسانه دست اونه من تو باید مثل گوسفند زندگی بکنی چون صاحب اونی رو میخواد صاحب رسانه اونی رو میخواد این یه حقیقتیه. من تو باید اون چیزی رو بدونیم که اونا میخوان. پیامبر در تاریخ آمده که همین تاریخش هم تحریفیه. چرا؟ میگن بعد از جنگ خیبر که زدن قلعه یهود و آوردن پایین که آورد پایین؟ بعدن حسابش رو گذاشتن تو کاسش. فکر کنی بیخیال شدن. جایزه خیبر چی بود؟ فدک. اونم گذاشتن تو کاسش. فکر کنی بیخیال شدن. وقتی خیبر میارن پایین میگیرن یه زن یهودی میاد یه تیکه گوش میده به پیامبر. پیامبر تا مزمزه میکنه میفهمه مسموم میندازه. میگن بر اثر همون شهید شد اما همین هم تحریف دروغه چون 3 سال فاصله داره جنگ خیبر با تاریخ شهادت بعد. بعد 3 سال گذشتهش الان میگن احتمالا مریضی کبدی گرفته بوده پیامبر رو نمیدونم فلان سم اثر ریز شد اثر چرا نه آقا پیغمبر تصمیم گرفت تو جنگ تبوک و موته بزن آخر کمر یهود رو بشکنه. میدونست اول و آخر این مشرکای احمد دشمن نیستن اینا نفهمن اینا اندازه گاو نمیفهمن که میرن بت میپرستن سگ میپرستن اینا فهمیده میدونست اینا کون فتنه همین مشرکای اینا میشوندن. پیغمبر فهمیده جنگ کب تبوک و موته به پیغمبر که میگو بمیرید میمردن تو جنگ موته به یک باره میگه که آقا حمله کنیم به سمت یهود آقایون از توی مدینه بلند میشن ما نمیخوایم بریم بجنگیم ما فلان میکنیم یه ماجرای شلم شوربای اختشاشاتی درست میکنن تو مدینه که آقا برای چی این آدم جوان فرستادی اسامه سنی نداشته این کمتر 20 سالش بوده خب حتی همین بوله باش میگه اینو چرا فرستادی ما نمیه اونو بنا نمیکنن پیغمبر یه سپاه کمی میره و ماجراها پیش میاد آقا همون شب پیغمبر مریض میشه ماجرای مسمومیت واقعیه اما نه خیبر همچنان سریع در این خطر کنه که دیگه داره به یهود داره میزنه به طور مقدس دانشگاه زابدن برنامه داشتم چند وقت میشه سه روز اونجا بودم بعد گفتم این ابو هرره ملعون یکی از دانشجویان اهل سنت بودنش گفتش که چرا به ابو هرره توهین میکنی
گفتم یهودی بوده، پدر سوخته یهودی مخفیه، اومد فاتحه اسلام خوند. دریوری وارد دین کرده. احادیثی میگه خیلی دریوریه، نه که حالا غلط درست داره، مطلب چهار تا درست بگه، چهار تا هم که قبولش بکنه، چهار تا غلط هم مثلا بزنه. گفتش که نگفتم خب از کتاب خود برات دلیل بیارم. صحاح ستر اهل سنت خیلی قبول دارم. گفتم تو صحیح مسلم دیگه، مو صحیح بخاری دیگه بزرگتر داره. گفت نه، بهش میگن اخو القرآن، داداش قرآن، یعنی قبولش. گفتم تو اینجا ابو هریره اومده با کتاب خودشون، یعنی بزرگ برادران و هموطنان اهل سنت اومده که ابو هریره داشت حدیث میگفت پیغمبر. این آدم تو تاریخ اومده 6 ماه تا 2 سال بیشتر پیغمبر درک نکرده، 30-40 هزار حدیث گفته پیغمبر. بابا تو امیرالمومنین از 13-14 سالگیش با پیغمبر بزرگ شده، اما حدیث نگفته. ابن عباس نگفته، عبدالله بن مسعود نگفته. اینا بودن با پیغمبر. تو کجای دو ساله اومدی اینجا حدیث میگی؟ آیشه اینا رو کجا در میاری؟ ما هیچ کدوم اینا رو نشنیدیم بابا. تو اینا رو کجا فکر می‌کنی برمیاد؟ باهاش شرمناک اصلا سر شدن رو بزر کنم. من با برادر هم بسامدم، گفتم تو آیشه رو بیشتر رابطه رو بره رو خب آیشه. گفتم ببین چی جواب میده باش، خبر داری کتاب تو خونگی عزیزم؟ گفت نه. گفتم بهش گفته خب تو نباید هم میشینی، تو مشغول اشبازی بوده پیغمبر، تو دنبال اشبار بره این عبارت. آقا حدیث داره، روایت داره که مؤمنین اون دنیا دیگه خسته میشن تو بهش. آقا چی شد دیگه بابا؟ شورش در اومد دیگه، چقدر دیگه نمیدونم میوه و بوری و فلان و بهمان دوست. خدای خودت کجایی؟ خودت رو بیا ببینی. پس اول خستگی. آیه قرآن داره که نعمات رشدی خستگی آور نیست. این اولیش. بکوب سینه دیوار همچه حدیثی رو. پیغمبر اگه هر حدیثی از بود خلاف قرآن بود بکوب به سینه دیوار. عین عبارت ها بود. بکوب به سینه دیواره. یعنی دو قرآن نمیده. بعد من خدا رو میخوام ببینیم. خدا من این دیدنیه دومی. بعد خدا میگه باش. فقط جا الله. خدا اومد. خدا پادره. سفون. خیلی گفت منم خدا. گفتن از کجا معلوم؟ خدا پس میکنه دروغ بگه. چهارمی گفت خب باش، دامن داد بالا، خدا دامن داره. از نور ساقه باش اینا این نوره که در یاد اون لحظه اول خلقت رو زدن، اون لحظه که گفت الاسو به رب بکن قالو برای گفتن ای بر خود خودشی خدا رو یاد. پنج تا دریوری توی حدیث به خورده دیده پاک بکنه. از اونا عزیزم همین الانش هم داشتیم، دو سال پیش تو همین کشور کتاب نوشت اسرار نماز، کتاب نوشت اسرار نماز، بلند شد رفت اسرائیل اسم اصلی شروع کرد، خندی به ریش هم گفت کتاب بسرد نوشتم اسم اصلی، اسمش اینجا حسن بود، اسم کاملش رو میگه، اسمش اینجا حسن بود، رفت اونجا اسم اصلی شروع که هارون نمیدونم چی. آره اینا اینجوری کار کرد. آقا این جریان همین که فاتحه تمام ادیان هر چی که مذاهب میبینه میخونه نمیذاره. دشمن اصلیش چیه؟ تشیع. این نکشیه باشم اینو ببینم به خدا همین قبله فرانسیس فوکو یما داره میگه، مایکل برانس داره میگه، دشمن از تشریع. اینو بزنی بقیه خبری نیست، اینو بزنی تمومه. امروز هم تو نگاه میکنید اونی که جلوی یهود وایستده، جلوی اسرائیل وایستده، فقط دو تا کشور تو دنیا، دو تا گروه، دو تا فکر، حزب الله و اونها. دیگه وجه اشتراک اینا چیه؟ وگرنه این رئیس جمهور سوریه که بلندش رو سه بار همین بشار اسد با اینا مذاکره کرده که اینا رو اینجوری نگاه نکن، بگید پخی رفتن سر میز مذاکره. این دو جا فقط آقا اسرائیل شکست خورده، دو جا فقط. کجا اگه سرگو میشه به من بگو آقا من خریدارم، بالا پژوهشی خریدارم، ما میخوام گسترش بدم دایره. آقا بگذر اینها تونستن آروم آروم مسیح فاتحه مسیحیت رو خوندن، نگاه کن یعنی هیچ از مسیحیت داشتن بود. توی اناجیل اربعه انجیل متا لفقا مرقس نمیدونم فلان یوحنا نوشته شده اونی که مسیح و لودان به دار به سنگ کشیدنش یهودا اسکاریوتی بود، یهودی مخفی بود، اومد نفوذ کردن به حواری بود، درسته؟ به خاطر همینی که کینه شدید به یهودی مسیحی بوده و هست. اما اینقدر خوشگل اومدن هی تحریف کردن، اینقدر تحریف کردن، تحریف کردن. آخر یه کار به جمعیست آقای پاپ 1970 نمیدونم خوبده بلند شد من گفتش که یهودی ها در توطئه قتل حضرت مسیح دستی نداشتن. گفتم بابا انجیل نوشته. گفتن که ببین حضرت مسیح باید کشته میشد، حالا خوبه یه خودی کشته قریبه نکشد به خدا، اینا موجود اسنادش مردم رو هیچ جماعتی به اندازه این اولاق فرض نکردن، ببخشید بعد بگیرم گوسفند فرض نکردن. اومدن جریانی به وجود آوردن تحت عنوان پیوریتانیزم تو دل مسیحیت، مسیحیتی که یهودی جلوش مینداخت تیکه تیکه میکرد، یهودیت که مسیحی جلوش مینداخت تیکه تیکه میکرد. تو تاریخ اومده به سابقه آنتیسمیتیسم رو بخونید،
تیکه تیکه میکردن هم دیگه رو. مسیحیتی که میگه آقا قرن 1400 و قرن 15 میلادی اون دو سوم اون میخوام یک سوم جمعیت اروپا که کشته شدن، یه تاون میاد دو سال 1450 تا 52 فکر کنم تاون سیاه معروفه، خب یک سوم جمعیت اروپا رو میکشه. مسیحی ها به اتفاق میگن کار یهودی ها بود، برداشتن با موش و بزمجه که میدونید چیه بزمجه و این چیزا برمیداشتن، ویروس تاون آلوده بود میوردن میرسن تو چاه به مسیحی ها. دلیل دیگه دارم میگن دو تا یهودی رو ندیدیم کشته بشه، فقط مسیحی ها بودن کشته بشن، میدونستن بودن چشم پاکه تو پاک نیست. این سابقه به یک بار امروزی به بوجی بوجی بغل هم دیگر آدم هم این توجیه دینی داره. اومدم پیوریتانیسم رو به وجود اومدن تو دل پروتستانیسم. میدونی یا کی هم پیوریتان ها هم نگه رفتن قاره آمریکا رو گرفتن؟ میدونی اولین کتابی که تو قاره آمریکا چاپ کردن چی بود؟ یارو مسیحی بده اونجا خیلی پیوریتان میدونی یعنی چی؟ یعنی خر مقدس. اینا تو انگلیس گفتن به حکومت رسیدن گفتن اساسنامه دولت انگلیس باید چی باشه؟ یه مسیحی به حکومت برسه میگه چی؟ یه مسیحی به خیلی خوش یه مذهب میگه انجیل دیگه از بیشتر؟ گفتن تورات باید اساس باشه، نفوذ داشته باشه. رفتن باره آمریکا کشف در یعنی جنبنده قبلش اونجا نبود، گفتن اینجا عرض موعوده، همون اسرائیل که میگن اینجاست آمریکا با رفتن گرفتن گفتن ما بنی اسرائیل این ساکنان وحشیایی هم که تو آمریکا هستن موسوم به سرخپوستا اینا کنعانیان هستن. تورات دستور داده که وقتی وارد شدیش اینا همه رو بکشید، دستور خیلی قطعی داده ها. خب اینا تو تحریفات رو میدونیم ما بعد خدمتون عرض بکنم آخه کشتن چجوری؟ میگه وقتی با عمالقه میجنگی سپاهیانشان رو بکش، مردانشان رو بکش، زنانشان رو بکش، گاوانشان رو بکش، گوسفندانشان رو بکش. یه با گاو و گوسفند چه کار داره تو؟ قتل عام بود، کاری که شاه تو صبر و شتیلا کرد. گنجش که از اون دهکده بیرون نرفت رو بودو بود. گنجش رو نداشتن در بره. همه رو کشتن، داشت دینش هم میکرد. آقا میرن آره آمریکا رو خودشون گفتن مهم نیست های عدد زیاد اذیت نکنه عزیزم. خب زیاد ناراحت نباش، اگر هم نشنی که بذار برسا به همون گوسفنده و رسانه و فلان. جریان چیه؟ میگه در طول یک قرن 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوست رو کشتن. به درک کشیدن مهم و 6 میلیون نه تو لباس بوده خودشون دارن دیگه کتاب هر جمهور اسلامی چاپ نکرده بود. اولین کشور از بیخ فراماسونری دنیا شکل میگیره امریکا 1776 اعلام استقلال میکنه. چه سالی که جمع بزنه عددش میشه 21. سن عقل در فراماسونری دیوانه در نمادگرایی روانی میکنن به هر دین ما نمادگیران تعجب در نمادگیری دارن اصلا همین میکنه باور نمیشه آدم این وقت نمادگیرا اینقدر سیم بفوز. حالا بگذر قبلش کجا بوده بود فراماسونری 1717 1717 1717 توی انگلیس میاد فراماسونری شکل میگیره در کمتر از 100 سال در تمام دنیا شعبه میزنه. سبزوار ما تو ایران سبزوار لوژ داشته برای خودش سبزواری شما خریدین ای نداره. حالا که اینجوشه حدیث هم برات بگیم 313 میلیارد امام زمان مشخص کردن چند تا از کدوم شهران اینقدر از نمیدونم کوفه اینقدر از فلان اینقدر از فلان بیشترین تعداد مال شهر سبزه باره 13 نفر از 313 میلیارد امام زمان 13 که نه زده بود خدمت هم هست هست اینا یه سرس بکنی که همین سیدی نور اومده جامعه وحادی است بزنیم بیاد. خب بگذاریم دوستان آقا کار به جایی میرسه اینا یه جوری دنیا رو تو دستشون میگن جمعیت اندک از طریق فراماسونری که آقا لیوان آب باور کنه لیوان آب بیاسه میدونه الان هنگی نگاه کن تو ذهن سوال انگلیس چجوری حاکم کل دنیا بوده سوال نیست واسهتون آقا چجوری از هنگ کنگ تا آرژانتین مال این بوده میفهم کره زمین اگه بشناسی من چیز علیقت دارم میگم خودشون میگن در امپراتوری بریتانیا کبیر هیچگاه خورشید غروب نمیکنه راست میگه بابا اون طرف خورشید در اون طرف دوره غروب کرد و صبح شده بود آرژانتین مال انگلیس بوده هنگ کنگ این برای دم چین مال اینا بوده از اون برای این قدر دارم بابا از اون برای کره زمین خدمتتون عرض بکنم که سوال میپرسی چطور این کار کردن؟ از طریق شبکه فراماسونری لازم نه بیاد که اینجا مثل من مثلا کلکل بکنه با 100 تا 200 دانش این چه کار میکردن اونا؟ وزیر علوم اون کشور عضو شبکه فراماسونری میکردن کامپش پول میدادن، مقام میدادن، حواشی داشتن میگفتن آقا این اتفاق باید بیفته خود ایرانیه این کار میکرد
یه سوال دیگه هم تو ذهنت هست همیشه، میگی آخه این پدر سوختایی که اینجوری امتیاز میدادن به این غربیا تو تاریخ راه نمودن برسان که خوندی، که اونم با پدر سوختگی نوشته شده این تاریخ، این تاریخ با پدر سوختگی من نوشته شده، خیلی چیزا رو بهت نمیگن، نباید بدونی، بازم صحبت گوسفند و رسانا رو اون چیزا. جریان چیه؟ میگه که آقا اینا دعوا میکردن سر امتیاز دادن به ایرانیه، بابا میزوال هستن کنه چی ایرانیه، افشار ایرانیه، مشیر الدوله ها ایرانی هستن، فروخی ها ایرانی هستن، اینا برای چی دارن اینجوری دونه دونه تیکه تیکه ایرانی میبخشن؟ همه شونه میرین تو یه جبه هم مشترکن، تو چی؟ عضو شبکه یه فری میسنری اینجوری نبض دنیا رو در دست گرفت. فقط در مورد این انگلیس یه چیزی بگم، چون جای دیگه بهتون نمیگم، این فرصت در دست نمیدم. ببین نمیگم به تو جای دیگه نشدن، همین سر زرگندر میری بیرون یه دیوار میبینی تموم شدن نیست، راه از سر چپ و راست همینجوری گسترش پیدا کرد، باغشونه میگم، باغ الحک معروف ما، فوش چیزا رو خواستم بدم بزنم نمیشه اینا نبو میدادم باور کنید فوشه هم بدم دلن. آقا یه چیزی میخوام بگم، داناهو نماینده انگلیس در غرب کشور هزار دهه هزار بودن، دهه اول و دهه دوم قرن بیستم 1900 بوده، یعنی 1910 به بعد. این آدم یک کتاب داره تو خاطراتش میگه چی نوشته، من ننوشتم چی نوشته، آقای داناهو نماینده انگلیس کل غرب کشوری رو چی نوشته، نوشته جمعیت ایران در سال 1914 20 میلیون نفر بود. فکر میکنید 1917 سه سال بعد چند میلیون نفر بوده؟ بگید آقا شما فرمولای زرد جمعیت شناسی دارید و نمیدونم فلان مثلا میذارید رشد جمعیت هم که موقع ماشاءالله زیاد بوده، یعنی در دوازده بچه داشت 57 میلیون باری کرد جمعیت ایران بعد از سه سال از 20 میلیون میشه 11 میلیون نفر. خبر بودی؟ بهت گفتم، بهت گفتم آقا نمیگم بره. چرا؟ کجا رفتن این 9 میلیون؟ جن بودن بسم الله گفتن پریدن رفتن اینا فضایی بودن آقا اینا کوچ کردن از ایران؟ نه خودش توضیح میده این اینو میشه گفت هر مزاده چی میگه؟ میگه که دلم میسوزه به خدا اگه آدم اینقدر دین و ایمانم نمیخواد وطنش رو دوست داشته باشه میمیره باشه در این حرف. میگه ما احساس کردیم اینا مذهبشون یه خود خطرناک، جمعیتشون هم زیاد باشه یه خیلی خطرناکه، نفتم که تازه تو کشورش بده خیلی خیلی خطرناکه، تصمیم به تصفیه جمعیتی گرفت. آقا چیکار کردیم؟ میگه که ما تنگه هرمز رو بستیم، دور تا دور ایران هم بستیم، پول نفتش هم بهش ندادیم، قله داخل کشورش رو 10 برابر قیمت خریدیم، از گشنگی هم دیگر رو میخوردن، در چشم ما دیده نشون میداد یه تیکه آبه هم بره هست معروفه نونی من این نمیدم چند تومن معروفه پدر بزرگاتون هم رو میدونم بده پرسید اون برهه که فقط مایدارا زنده نصف جمعیت ایران میمیره. آقا خبر داری؟ نه نداریم. چرا نداری؟ برای اینکه اگه بدونی که بیسی گوش نمی کنی تو باید بیسی گوش کنی، این یک استراتژیه، اشتباه نکنی، تو باید بیسی گوش کنی. اگه بدونی که اگه جلوی این سفارت رو بشه هر دفعه توف میندازی زمین تا ببینه اگه داره اون یاروشون کاردارش و قبضون دره دارم جلوی بیرون ببینه که داره توف میندازی جلوش. نمیگم بهت نباید بهت. در ادامه داناهو چی میگه؟ در ادامه آقای داناهو میگه که دو تا خاطره تعریف میکنه تو کتابش که وجود آدم سلول سلول آدم رو میسوزونه. چی میگه؟ میگه تو خیابون داختی داری میری جنازه های رو میبینی که خوش شدن، خوش شدن، اسطوپوس به اسطوپون چسبیدن گشنگی، در لای انگشتان خشکیده‌شان آثار علف و برگ درختان دیده میشن، یا اون دیگه برگی میخورده از خوش. سوار بر اتولم هستم، اتومبیلش داره میره، فردی که دیگر این شباهتی به انسان ندارد به جلوی ماشین من میخزد و با دستانش برای لقمه نانی التماس میکند. دیده این ماشین داره گفته رو با دیدون داره برم ازش میدون، یه همون انگلیسه همون. نه نه برد بوده من تو بگیریم آقا این انقلاب تا روزی که این خراب شده مسترا به اسم سفارت انگلیس تو این مملکت هست نتیجه نداده، به خدا نتیجه نداده، نیز نداده. آقا چیه 6 میلیون علم کردی واسه من؟ 9 میلیون هموطن من کوشن، 9 میلیون چیه کوشن؟ نه آقا 9 میلیون که همشون شیعه نبودن، بعضن برادران اهل سنت من کوشن، اون زرتشتیه که مردن کوشن، اون 9 میلیون ایرانی کوشن، چیه خبر داری من؟
6 میلیون فقط در ردش 3 تا دلیل برات میارم، 3 تا دلیل، 3 تا. اگر غیر منطقی بود خوشو بزن تو گوشم. خودشون تو کتابشون نوشتن کل جمعیت یهودی ها در قاره اروپا قبل از جنگ با لابل خودشون نوشتن 5 میلیون به 600 هزار نفر بوده. چجوری از 5 میلیون به 600 هزار نفر شما 6 میلیون کشتید؟ 400 هزار نفر منفی 400 هزار نفر کو؟ همینه دخل مسئول مهاجرت یهودیان به امریکا. در امریکا یک سخنرانی میکنه میگه در خلال جنگ جهانی دوم 2 میلیون یهودی رو کوچاندیم به امریکا، 2 میلیون دیگه کم. خودشون میگن 1,500,000 یهودی خارج از مرز روبین تروپولوتوف بودن، مرزی که با یهودیان کاری نداشتن. هیتلر بود ظاهرا میکشت، اینا کوره آدم سوزی رو انداخته بود دیگه. چه کوره آدم سوزی جنگ دوم جهانی 1940 تموم شده تموم. 1967 یکی از این کوره ها ساختن در جریان فیلم آسیا و مرگ. 1967 کوره ساخته، بعد ادعا میکنه توی این کوره 1930 خورده ای آدم سوزونده توش. الله اکبر، میدونی این نبوده. بعد تازه میگه 1,200,000 نفر اصلا تو آلمان نبودن که، اینا تو انگلیس و بین کشورهای بودن که با یهودی کاری نداشتن که. ما دو جبهه داشتیم، متحدین متفقین، درسته اشتباه نکنم که به انگلیس متفقین بودن، تو جبهه متفقین بودن که تازه. نکته جالبش میدین چیه؟ آخر جنگ جهانی هیچ یهودی دیگه اینجوری نباقی مونده باشه، 1,000,000 ما یهودی ساکن در اروپا داریم. میدونی یعنی چند نفر کشتن؟ جمزنی با من داشتم که پیش میرفتن منفی 500,000. گیریم که اون 2,000,000 هم که کوچوندن به آمریکا از بین اون بیرونی ها بوده، از انگلیسی و فلان، یعنی حد اکثر میشن 2,000,000 نفر که نیست داف، والا بلا نیست. بهترین بهانه بود به یهودی گفتن پاشی برید فلسطین، گفتن مگه خوریم پاشی برید فلسطین دور با داریم اشغال میکنیم. همین همش کشور عربی کسی نمیره. اون زمان آقا 70 سال پیشن دیوانه پاشی بریم، گفتن آقا یه دودو خورخوره پیدا شده به اسم هیتلر میکشه میسوزونه، گفتن آقا جنگ کنیم برید دریم برید. بهترین بهانه بود. خود آقای هیتلر عضو انجمن فراماسونری توی سیکرت سوسایتی، خودش فراماسون نقشه اجرا کرد. این اس اسی که اینا میزنن، این سیکرت سوسایتی، سیکرت سوسایتی یعنی چه؟ جامعه مخفی، یعنی شما نمیدونید فراماسونری، یعنی ما هستیم شما خبر نداریم. چقدر دیگه وقت دارم؟ یه رو بزن من تو این یه رو بچه رو فقط دوستان این اعدادی که میگم به ذهنتون بسپرید و خاطرتون دور نشه داشته باشید. اعداد مقدس اینا رو میگم 9, 11, 13, 33. چند؟ یا 9, 11, 13 که یک در میون بریم 33. یه میگه ای 13 نحسه ها دوزارونه که دوزارشو برده یه آفر این نحسه. آقا برای چی برای من ایرانی نحسه؟ برای تو ایرانی من این نحسه؟ بله برای من ایرانی. آقا 13 رجب چی حضرت علی به دنیا آمده فلان؟ اینا باطی نکن، برای تو ایرانی نحسه هم برای تو مسلمان نحس نیست. دو تا شخصیت داری، یه جا ایرانی یه جا مسلمان، یه جا ایرانی هستن، اینکه با من ایرانی هم مسلمان. اما در قبل از کسان اسلام بیاد شما چی بودی؟ ایرانی بودی. اون موقع چیزا اصلا نفس. چرا نفس بوده؟ به رفرنس میدم برو خودت بخون. عهد عتیق کتاب یهودی، کتاب دفتر استر میگه که بابا من این دختر یهودی تونستیم نفوذ بکنیم به همراهی عموم تو دربار هخامنشیان، تمام پست‌های کلیدی رو گرفتیم. هامان وزیر، وزیر مقتدر ایرانی فهمید، اومد زیر و بارش خشایارشا زد، به خشایارشا عرق دادیم، قرار بود 13 فروردین ماها رو بگیرن، ما حکم رو برگردوندیم. 77,800 ایرانی رو روز 13 فروردین به درک حاصل کرد. 13 به در بسه اینه، میری تو بر بیابون که یه بار دیگه تو خونت کشته نشی، خبر داری؟ نباید بدونی، نباید بدونی، نباید بدونی. اون اینو میدونی که میخوام، تو نباید بدونی. برای این 13 آقا واسه مسیحی هم نرسه. من پرواز خارجی داشتم دیدم این ایرباس ها 12 برابر 1 میزنه صندلی رو، یعنی 12 میپرن 14. پس ما خرافاتی نیستیم ظاهرا، ها نه خرافات نیست. روزهای 13 هم واقعا اتفاقات بدی افتاده در دنیا که اینا علاقه داشتن به این اعداد. برای چی؟ به خاطر این 13 همون نفر که در شام آخر مسیح رو لو داد، یهودا اسکاریوتی بود. 11 چرا؟ اینا همش دلیل داره میزنن و دلیلش یادم تو جلسه بعد باشه. 11 فقط بدون که دو تا ستون معبد سلیمانه،
چرا مرد فقط نمیدونیم که دو تا پای آدمه. خب 11 33 هم که مزرعه 3 11 برای همین یعنی هر دلیلش رو میگم. حالا تازه 2000 میفته 9 11 13 33 چرا اتفاقای دنیا رو این 4 تا 5 تا بعد چقدر خوشگل داره میچرخه. 11 ماه 9 11 سپتامبر چه جالب جنگ چند روزه لبنان 33 روزه لبنان آقا همینه. نه عزیزم از اولی رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن تا باراک حسین اوباما جونیور 44 میه فقط دو تاشون فراماسون نبودن. خودشون میگن زد فراماسون بودن؟ نه خیلی غیر فراماسون بودن. تفاوت داریم دوتا دیگه ها کار نداشتن با فراماسونی. کی هم اینا؟ آبراهام لینکلن، جان اف کندی. هر جفتشون ترور میشن. بعد ترور چجوری میشن؟ آقا من توهم توطئه دارم، من اینجا اعلام میکنم آقا این دوربین ها این دوری کرده یا گوشی ها این استاد محترم جنتلمن فلان و همون اینجور چیزا. آقا من توهم توطئه دارم که آقای جان اف کندی در شهر دالاس در مدار 33 درجه زمین ترور شده. من توهم توطئه دارم که آبراهام لینکلن به صندلی شماره 33 تئاتر ترور شده. من توهم توطئه دارم که کشور اسرائیل در تلاقی طول و عرض جغرافیای 33-33 قرار گرفته. من توهم توطئه دارم. اینا اتفاقی شما راست میگید. البته ما کارمون خیلی پیشرفت کرده. اخیراً الناس شاکر دوستم دلار تشریح می‌کنه تو قلعه یخی میذاره رو میز نشون میده فلان اینا بعد هم نیست و خوبه منتها به شرط که چجوری تموم میشه. بعد نکته دیگه‌ش هم این که هنر پیشا معمولا با ورزشکارا میونش خوبه با پژوهشگرا میونه ندارن. ان شاء الله که فتح باب باشیم. مثلا خدمتتون عرض بکنم که بعضی دوزاریاش مونده انگلیسی جلینگی میفته خب درشون میبا خوردن نمیکشه. خدمتتون عرض بکنم پس نه یادیم بیشتر توضیح میدیم در این مورد بدون یعنی گیم بیچ رو اینا جوری تعیین کردن که اسرائیل بفته رو 33-33 دو تا کشور توی تلاقی 33-33 جغرافیه قرار میگیره. اگه جغرافیت خوب باشه میدونی یه عرض شمالی داری یه عرض جنوبی داری یه طول شرقی داری یه طول غربی داری درسته. پس 4 تا 33 داری پس 4 جای دنیا با هم تلاقی میکنه دیگه درسته. اون 4 جا خیلی پس اگه زرنگوشی بی سراغ بشه یکی کد دادن بغل نمیگیره دیگه میبینی دو تاش وسط اقیانوسه. خب ولش دوباره هیچی نیست اونجا دیگه کاری نداره. دو تاش نزدیک دو تا کشوره اول در آخر سرزمین دو تا کشور اول اسرائیل دومی آفریقای جنوبی به طور از اون اتفاقی تر زمانی که ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط سیاسی نداشتیم اسرائیل آفریقای جنوبی. فکر کردیم حکومت مثلا دلیل فراماسونری میدونسته نه چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه نسل کشی میکردن دو تا کشور. توی آفریقا سیاه‌پوستا رو می‌کشتن حکومت آپارتایدی داشتن که بعدا ماندلا اونجا چیکار کرد؟ انقلاب کرد ماجرا ظاهرا حل شد. توی اسرائیل هم کماکان باقیه. چرا اینقدر آدم می‌کشتن؟ به خاطر اینکه جمعیت صهیونیستای اونجا زیاد بود. یهودی اونجا زیاد مهاجرت کردن. چرا اونجا مهاجرت کردن؟ اول کردن. به خاطر اینکه اونجا مقدس ارض شیطانیه. حالا این کد بدنم حال بکنی. با این قرآنی که گذاشتی بوسیدی شنافع بدن به قول می‌خوره یه خورده آشتی بکنی. مهمترین عدد اینا چیه؟ 11 اول 11 بعد 9 بعد 13 بعد 33 ترتیبی بخوام بگم این ترتیب گذاری خوب نیست اما 11 از همه مهمتره. حتی 33 مهمه. چرا؟ چون ضریبه 3 11 ابلیس در قرآن چند بار تکرار شد؟ 11 کلمه الشیطانو چند بار تکرار شده؟ 33 بار. اینا هم اتفاقیه بگذاریم. جزیره برمودا آی آقا فلان نمیدونم به همان نمیدونم کشتی قود میدن اونجا اونجا چی میشه بیلک هوا میکنم ماسماسه دست میگیرن یه پیا یا جریان چیه؟ عرض 33 طول 66 جزیره تفریحی فراماسون هست. گفتن اونجا این اتفاق ها میبینید که من شما بلند نشد اونجا بیلو بخرید خودشو باشن شما مثل رامسر میگه بچه رامسر قبل انقلاب هیچ اونجا چیز خونه نمیخرید برخلاف الان که به لطف انقلاب همون کوپر ویلا شده. بعد خدمتتون عرض بکنم که برای چی چون ویلا شاه اونجا سر موزه شده اگه بریم میگفتن خاکش رادیواکتیو تر اگه بری اونجا آدم سرطان میگیره میره خواب اگه میمیره و شاه چه خورده خونش اونجا گذاشته. این برای این بود که بقیه مردم عادی نرن شروع نشه لوس نشه رامسر باقی بمونه. خب دوستان این از آقا یه مورد دیگه اولین کشور از بیخ فراماسونی دنیا یعنی آمریکا 1776 استقلال بده میگه که گفتم چرا بعدش قدرت خودش رو انتقال میده به کی؟ به اسرائیل.
1948 اسرائیل چیکار میکنه؟ اعلام مجدد میکنه. 1945 سه سال قبلش بمب اتم امتحان شده. مطمئنا میتونن بره اونجا، کسی قدرت نداره اینو توپ بکشه جلوش. اینو مطمئنا. خب اینا داریم. اسرائیل چند تا رأی داره سازمان ملل که ببینم موافق یا مخالف؟ به طرز کاملا اتفاقی 13 تا مخالف داره، 33 تا موافق داره. تا اونجا تعیین میکنه. زمانی که احمدی نژاد بلند شد تو سازمان ملل سخنرانی کرد چند روز پیش، حالی تو شد کشورهایی که ترک کردن سالون چند نفر بودن؟ 33 تا کشور بودن. اینا همش اتفاقیه ها. دیوانن در نمادگرایی، روانی اینا در نمادگرایی. میگن اگر چنین کار رو بکنیم نیروهای قدیم به شیطانی رو مواجه کنیم. دلایل رو مستند داشته به طور مفصل جلسات بعد انشاءالله که اون به باقی باشه. تا اون روز امین ندیم این برنامه اون برنامه من بگم. یه روز یه برنامه خدای آذری بود ما گفتش که تو ایران بر ما آذری ها ظلم میشه. گفتم بشین بابا تو برای این چی نمید تا هم بگیتیم. گفتم برای چی؟ گفتم نگاه کن از این پروی بیشتر اومدی زندان درست کردی. اسمش گفتی اوین، به تو که اوین یعنی خونت، گفتم خدا بایده از این بیشتر. کما این که اینم بدونید بچه ها، تو تمام این جوکایی که ما با سمیدی درست کردیم این فلان قومیت کنم، تمام این ها رگ و ریشش از انگلیس. اینا زحمت میکشن، عاشق چشبوی من شما، آقا دلشون میسوزه، اونجا استراتژیست دارن، میشینن جوکی میسازن، زحمت به دلش به خاطر عاشق من، برای که من تو بخندیم، خوشحال بشین و دارن جوکی میسازن، زحمت میکشن. بعد جالبه، نسبت هایی هم که میدن کاملا برعکسه ها، کاملا برعکسه. توی رشت فقط یکی غیرت کرد بولن بشه بسید یه زود جوان جنگلی سنگی رو بسش. از تو تبریز کسایی زدن بیرون که اینا همگی بودن اما چی شد؟ اینا کیا بودن؟ اینا کی بودن؟ اما اینجوری تشریع رو گستر شدن؟ علامه طباطبایی، علامه امینی، محمد تقی جعفری، ستارخان، باقرخان. آقا نگاه میکنی محمد خیابانی، نگاه میکنی اصلا این قسمت از کشور ما نگاه جایگاه قهرمانانه. خب چه آیکیوی بودن؟ ببینید اینا اینجوری کار میکنن، یه جوری میگن که خودت هم قبول بکنی، انقدر بگن که خودت هم واسه خودت جور درست کنی، اون موقع به تبدیل میشی به نوکر ویژیر مواجه. دیگه پول بده نمیتونه مثل شبکه فلان کنسل بیاری باید پول خز تزریق کنه. دیگه این کار رو نمیکنه. دوست عزیز از این نمادها تا دلتون بخواد میتونم سه ساعت فقط بگم، 9-11 مثال برات بزنم. زمانی که برای اولین بار جام جهانی قراره بره توی کشور آفریقای جنوبی، چقدر عجیب خطر، من باید حواسم جمع باشه. میدونی قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود مسجد الاقصی رو خراب بکنن. زمانی که حواسو به فوتبال بنده، بزنم مسجد الاقصی رو بیارم پای معبد سلیمان رو بسازم. البته کدوم سلیمان؟ سلیمانی که جنگیره معروفه. نه همش کده دارم بهت میدم، همش گرای تاریخیه. خب میگه آقا نشد که فلان. بگم چرا؟ کشته آزادی ما نجات داد. کشته آزادی قبلش افتاد، اینو گفتن اگه تو این گیرو بیر بخواییم بزنیم بیره فاطمه خونه است. پس حداقل همین کشته آزادی فراموش بشه کلی کار کردن که شد. ده جوان سرتیتر و سرلید خبرهای رسانه کل به دنیا ماجرای کشته آزادی بود. 11 جوان، یازدهم جام بازی جام جهانی شروع شده. چقدر جالب. خب چی شد؟ آقا جام جهانی اختاپوسه برای پیشگویی میکنه، نمیدونم این یارو استخون میندازه، فلانی اول میشه دومی. بر مبنای جادو این بازی ها شروع شد. جادو بچه دید. افتتاحیه مراسم شما دیدید، البته شما که ماهواره ندیدید، ندیدید، حالا فکر کنید دیدید نشستن دور آتیش جمع شدن دارن وودویزم اجرا میکنن، به آتیش دارن سجده میکنن. دیدید این کار شما دیدید در افتتاحیه سوسک ساکرب چرخوندن توی برزشان سوسک ساکرب یا اسکرب سوسی مقدس شیطان پرستاس اینا ما دیدیم. یه اختاپوس هم عمل کسی و علام کرده گفتن فلان. بعد اسپانیایی اول شد که رئیس جمهورش اونجا حضور نداشت، شاهش حضور داشت، پرچم سلطنتی رفت بالا، دیدی دوتا ستونه اونجا بود پرچم سلطنتی، کنارش دوتا فرشته باش دادن بال دارن. مگه شما مسیحی ها نمیگی فرشته ها دختر خانم تشریف دارن؟ بله. پس چرا اینا نر تشریف دارن؟ میای پایین تر، خیلی پایین تر ها میرسی به سوماشون، فرشته ها سوم دارن. آه، گرفتی چی شد؟ که تموم میشه 11 جولای ماه ششم و هفتم میلادی، 6 و 7 13، خدا خیره بده. روی توپ جام جهانی چی نوشتن؟ نوشتن جابولانی. جابولانی میگه میشه؟ جا
ج حرف اول یهوه، جهوه میدونید که جی توی انگلیسی به فارسی میشه یه، همین جردن خودمون اردنه، کشور اردن رو جردن میمیسیم، جی میشه ا. ببینم جیسوس یعنی چی؟ با جیسوس فیلمو که لابن دیده یعنی با جیسوس یعنی ایسا مسیح، مسیح، ایسا، ایسا چیجوری آقا جیس، جیسیس کجا، ایسا کجا، ما چیجوری رو به هم بچسبونه میشه، شما فقط کافی ج و ا بکنی میشه ایسس، درسته؟ میدونی یونانی یه سی آخر همه حرفا میذاشتن بقلیدوس و ارشمیدوس و فلان و بهمان چیزا این سرم برده میشه ایسا این گذاری بیفته یهوه حرف اولش جهوه که به انگلیسی میشه جهوه یه اشو برده کن از مصر از زمانی که توی بابل بودن چون هم توضیح خواهم جلسه بعد یه خدایی وجود داشت به اسم بعله که فرزندانش رو قربانی میکنن واسه خدا از مصر میساختن خدای ملوک هم شباهت داره به همین از مصر میساختن میذاشتن تو آتیش خوب که سرخ میشد اون مصری مجسم مصری میشد تو جغد درست میکردن بچه‌شون میذاشتن تو دست یه قالب بود بچه میسو بچه خودشون ها خب تقدیم میکرد اینم بعد جواب بعد آنم چیه اسم خدای مقدس در مصر باستان در شهر آنو خدای اوسیریس پرستیده میشد آن اسم اون شهره یهودی هر جا چرخید تو کره زمین از هر یه تیکه خدا گرفت خسمونده برای خدای ترکیب سه سر درست کرده جاولانی تو کنه تو گوگل میسترش هم تا پیداش کنه یه خدای سه سر کله آدم و کله بزرگ و کله گربه داره اینو میپرستن از درجه 13 به بالای فراماسونری روی تو به جام جهانی خود جاولانی بعد میپرسی آقا گیر دادی گیر دادی آدمای گیر سفیدی بودن از تو ایران اومدن مقاله انگلیسی نوشتن تو فوریوم های نقد فراماسونری گذاشتن پرسیدی که آقا برای چی بیانیه داد گفتن این جاولانی که این روه اسم یکی از 11 زبان زنده‌ای که در آفریقای جنوبی تکلم میشه بعد میخوانم بازم کوچه چپ بزنم یه چی؟ بازم 11 زبان میدونی یعنی چی؟ ببینید وقتی بخواد خوز اولو بگید اینقدر منطق داشته باشی میتونی اینجا بشنستی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه من شما بیم جامعه جمالی رو بدازید بعد 50-60 سال بعد تو به جامعه جمالی بدید بالا بدید بیا میشه مثل لوری نه ترکی مثلا مثل کردی کما اینکه بماند روی این مثلث های رو بچه ها حواستون جمع بشه روی این مثلث های بود که دور تا دور مثلث 11 تا مثلث ریستر بود که 3 تا 11 تا میشه 33 دور تا دور تو گرفته مثلا یه چیزی بگم بعد برم از اینجا بگم اینو بگم که برم امام خمینی ساعت 9:27 و 30 ثانیه وارد ایران شده نه این که 3 سال 4 سال چور انداختن سلوسی ها تن داره میگه 9:33 دقیقه امام خمینی رو با 27 دقیقه و 30 ثانیه 12 همه بهمن باره مدرسه بودیم زنگ زدن زیر ساعت 9 صبح 5 دقیقه و نیم 5 دقیقه و 30 ثانیه تاریخ تحریف شد رسانه هم اعلام کرد امام خمینی ساعت 9:33 دقیقه وارد ایران شد میخواد به رخ بکشه که هستن هست اگه نبود بالا سر حرم امام خمینی حرم نمی‌ساختن هست اگه نبود به استاد فراماسونری میگم فری یعنی آزاد میگم میسن میگم چه بچه ها بنا پزشکی هم که داد انگلیسیشون خوبه مثلا به شرطی بعدا دونر به داشته موقعی که اینجور چیزا بودن خدمت مرز بکنم که بنای آزاد خب به خاطر به استاد درجه 33شون میگن معمار کبیر یعنی میگه تهشه توی بنا من میگم بقیه منش چیه به امام خمینی میگن معمار کبیر انقلاب جای داختن مسئولی هم برای خدا که علم بنا غیر قیب ندارن که حرف قشنگ معمار کبیر هم چه خوشی بایین گذار کبیر هم بودم معمار کبیر آقا وقتی یه جا نماد گرایی میکنه منتظر باش در کنش هم بیدوش منتظر باش این رویه که آقا دیدی یا خوش رو من خوب حال نمی کنم با بحث سیاسی زیاد و به لحاظ سیاسی هم بهتون بگم من نشم هم نراستم حالا از هر جوتشون به هم میخوره جدی هر آقای من رو خوده من گفت تو چی اینجوری گفتم بچه‌ها تو هم بسیج دانشی دعوت می‌کنه هم انجمن اسلامی هم تحکیم وحدت فلان این چه جوریه گفتم آقا خب اینا کار نداری به بالاتر هم نگاه می‌کنه باشه کما اینکه دیدی آقا چه شلم شو با شما مملکت دوستا تعریزی شده بود برای که برای 33 سال انقلابت که به طور کاملا اتفاقی می‌خوره به سال 2012 و از اون اتفاقی تر 33 حکومت اسرائیل سر کاره فکر کرده اتفاق دارم باید بیدار بشیم دیگه امروز ببینیم من جلسه هم اینجوریه میگم آقا نه این تو جلسه بشید تو جلسه هم بشید دردتون میگه میرید بیره همش بگیر میکنید هر دقیقه شده که سرگیجه میگیر همه در دقیقه 11-33-11-12
آقا خیلی خوشحال شدم در خدمتتون. فقط آخر یه کلمه بگم، همین چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز رو تا من بشه؟